در بستان الجامع شرح مجلسی رو میخونیم که به قتل و مرگ او منجر میشه. در این مجلس دو تن از فقهای حلب به نامهای زین الدین و مجد الدین با آراء و نظریات او درباره خلقت و اراده الهی از در ستیز برآمدند و از او پرسیدند آیا خداوند به برانگیختن پیامبری بعد از محمد صلی الله تواناست؟ سهروردی در پاسخ گفت قدرت خداوند مطلق است و آنچه مطلق است حد نمیپذیرد. فقهای درباری جواب سهروردی را مخالف با خاتمیت پیامبر اسلام اعلام کردند و اونو سندی بر الحاد سهروردی قرار دادن و تکفیرش کردند. اما وقتی دیدن با این حرفا نمیتونن اون از سر راه بردارن، دست به دامن صلاح الدین ایوبی شدن. با ما رادیو تاریخ همراه باشید. اسمش از زادگاهشه. به نوشته نزهت القلوب حمدالله مصطفی، او اهل سهروورد زنجانه، شهری که زبانشون پهلوی بود و در نتیجه طبیعیه که اثرات اندیشه های دیرپای ایرانی و تمدن کهن اون و حتی حکمت خسروانی رو در نظریات فردی مثل سهروردی میبینیم. اگرچه نوشته های مورخان غربی درباره فلسفه هم مثل سایر قدرت ها قصد تصاحب و تملک اون رو دارن، خاستگاه فلسفه رو یونان میدونن و کل دنیا رو هم پیرو اون، یعنی ملت اونها متمدن هستن و بقیه ملل بربر. بربر در برابر لوگوس همون معنی رو میده که عجم. در واقع هر دو کلمه معنای تحقیر آمیز برای کسی که زبان اونها رو نمیدونه یا به زبان اونها نمیتونه صحبت کنه. سهروردی اما با دقت و علاقه‌ای که به فلسفه و عرفان داشته این موضوع رو نمیپذیره. اون میگه در کنار فلسفه ریشه دار و غربی یونانی از هرمس و با اندیشه فیثاغورس، ما از دیرباز حکمت ایرانی داشتیم از کیومرث کیانی و نمود و تجلی اون رو هم کیخسرو از تبار کیومرث و فریدون میدونه، یعنی حکمت خسروانی. کیخسروی که هانری کربن هم از او غافل نمیشه و با اشاره مستقیم به روایت فناناپذیری و اشرافش به عالم راز به او شهریار عرفانی عالم لقب میده. سهروردی مثل همه فلاسفه اهل تفکره و مثل همه وطن دوستان اهل تاریخ کشورش، اما اضافه بر اینها او احساس رسالتی رو با خودش داره که اجازه سکوت و کتمان حقیقت رو بهش نمیده. سهروردی در بیان دفاعیات خودش از حکمت خسروانی و کیان کشورش تا جایی پیش میره که به او اتهاماتی وارد میکنن که به طور کامل قابل قبول یا حتی رد نیستن. او رو جز شعوبیه میدونن، نهضت ایرانی که در مقابل ظلم و ستم و تحقیر تازیان متجاوز به خاک و فرهنگ این کشور قد علم کردن که در ویدئوی قبل هم دربارش توضیحاتی دادیم. از طرفی او رو اسماعیلی میدونن، هرچند خود اسماعیلیون هم سهروردی رو از حکمای خودشون دونستن. در اون زمان شیعیان اسماعیلی فرقه نظاری رو در ایران گسترش داده بودن به رهبری خداوند علموت حسن صباح. اونها مبانی فکری حکومت رو بر اساس حکمت گذاشتن و احکام ظاهری شریعت رو کنار گذاشتن و سهروردی جوان هم اهل سفر بود و تجربه. اون میدونست که با سفر کردن و مطالعه فرهنگ‌های مختلف میتونه به عمق حقیقت و حکمت عرفانی نزدیکتر بشه. او در جوانی از زنجان به مراغه و قزوین و ری و اصفهان و حلب و ماردین رفت، یعنی شهرهایی که قدرت و نفوذ اسماعیلیه در اونها وجود داشت. از طرفی سهروردی زوال خلافت عباسیان رو میدید و همچنین فساد فاطمی‌ها در مصر و جنگ‌های صلیبی مسیحیان، و اینها همه دوران پرآشوبی بود که بیش از پیش اونو به سمت عرفان و حکمت خسروانی سوق میداد. علاوه بر اونها نگرش اشعریگری بود. اشعریون که جانشینان اهل حدیث بودن و به نوعی در مقابل معتزلیون به وجود اومده بودن، سنتگرایانی بودن که با خردورزی مقابله میکردن و در تقابل عقل و نقل، یعنی قرآن و سنت، عقل رو رد میکردن و سریعا اون تفکر و دیدگاه رو بر چسب ارتداد و کفر و الحاد می زدن و عموماً پایگاهشون عراق و شام و ایران و مصر بود، یعنی همون جایی که سهروردی تصمیم می گیره فلسفه و حکمت ایرانی و عقلگرایی و خردورزی رو که در آثارش هم به وفور دیده میشه احیا کنه. در واقع زندگی شیخ اشراق شهاب‌الدین رو می تونیم به سه دور تقسیم کنیم.
ابتدا فراگیری آموزش‌های اولیه فلسفه و حکمت در زادگاهش، دوم سفر و کسب تجربه. در همین سفرهاست که او با مشایخ صوفی آشنا و جذبشون میشه و به راه سیر و سلوک و ریاضت میفته و حتی اونو دارای مقام و مرتبه در این راه میدونن. اون در دوره اقامتش در اصفهان بیشتر از قبل جذب حکمت شرقی ابن سینا میشه که در پایان دربارش خواهیم گفت. سهروردی بعد اقامت 2-3 سالش در اصفهان راهی ترکیه و سوریه امروزی میشه تا با مکاتب فکری دیگه هم آشنا بشه. اون مدتی در ماردین آناتولی شاگرد فخرالدین محمد ماردینی میشه، کسی که ضمن مباحثات او با شاگردش بهش یادآور میشه که نافهمان به جای اندیشه و تعقل و اندرز از زبان تند و بیپروای او به فکر قتل و حذفش خواهند افتاد. بعد از این اقامت در واقع دوره سوم زندگی سهروردی شروع میشه، یعنی ورود او به حلب در سال 565 خورشیدی و در حلب مهمترین اثرش رو نوشت، حکمت الاشراق، و در کنارش دو رساله پرتونامه و الواح عمادی رو هم نوشت که پرتونامه رو به رکن الدین سلیمان شاه علاقمند به فرهنگ و فلسفه سلجوقی پیشکش کرد. آوازه علم و دانش او و مباحثات فلسفیش با فقهای حلب و شکست اونها از شیخ همه جا پیچید و به گوش حاکم حلب ظاهر غازی از خاندان ایوبی و پسر صلاح الدین رسید. او به شیخ علاقمند شد و به دربار دعوتش کرد و جزء مشاورین ارشد خودش قرار داد. فقهای درباری که با رشد و ترقی این شیخ تازه وارد موقعیت محکم و قدرت نفوذ خودشون رو در خطر می‌دیدن، مدام به فکر طرح توطئه‌ای برای حذف اون بودن. از جمله جلسه مناظره‌ای که شرح اون رو در ابتدای ویدیو گفتیم. فقها که از واکنش ظاهر غازی به نتیجه دلخواه نرسیده بودند، دست نوشته‌ای به تفصیل برای پدر حاکم سلطان صلاح الدین ایوبی نوشتند و صلاح الدین هم که برای تثبیت قدرت خودش به تایید فقها نیاز داشت، با ارسال نامه به پسرش از اون خواست تا با تکفیر سهروردی رأی فقها رو برای خودش بگیره. پسر ناگزیر سهروردی رو به زندان انداخت و اون در زندان درگذشت. البته روایات مختلفی در مورد مرگ سهروردی و نحوه اون وجود داره. اونقدر در زندان به اون آب و غذا ندادن تا شیخ 38 ساله همونجا در زندان مرد. در روایت دیگه گفته شده خودش از خوردن غذا و آب امتناع کرد و به این وسیله خودش رو هلاک کرد. پرت کردن از بالای دیوار قلعه، سوزوندن، قتل بر اثر خفگی یا به وسیله شمشیر در 40 سالگی از این دست روایات هستند. اینکه سهروردی دقیقاً چطور کشته شده به یقین مشخص نیست و البته تأثیری هم در ثمره وجودی او و میراثی که برای ما گذاشت نداره. فلسفه عرفانی که سهروردی احیا کرد مانا بود و در فرهنگ غالب اون روزگار حل نشد. سهروردی کتابی رو هم در ادامه کتاب رسالت و طیر ابو علی سینا که به زبان عربی بود نوشت، به همون نام اما به زبان فارسی، که خودش همین رو مکتوب میکنه و شاید به همین دلیله که خیلی ها اونو پیرو ابن سینا میدونن و ابن سینا رو آغازگر فلسفه اشراقی. هرچند بدون شک دوستداران فلسفه هرگز نقش بزرگ سهروردی در رشد و تکامل و تعالی حکمت اشراق رو انکار نمی کنن. با سپاس از شما که تا پایان ویدیو با ما رادیو تاریخ همراه بودید.